خلقته واسمانها وزمين اما من خلق السماوات والارض نزول باران وانزل لكم من السماء ماء والد... من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه بريون دنه درختا ونباتات از زمین ما كان لكم ان تنبتوا شجراها الا ان يجزعها بشر اي الله ما الله بل هم قوم يعدلون اما جعل الارض قرار كل ازيوات امد نظر بگیرید بعد به این اما يبدا الخلق ثم ي... ثم يعيده وما يرزقكم من السماء والارض اي الله مع الله قل هاتو برهانکم این کنتم صادقی ما وقتی ای آیات هم میبینم ده در اینجا وقتی میای انسان به خود میشرمه و به جهالت بشری خود باید گریه بکنه الله برای اثبات وجود خودش دلیل میگه دلیل میگه دلیل میگه دلیل میگه عوامل ذکر میکنه با وجود ازمی همچی میکنه قل هاتو برهانکم الله اوی که ما را خلق کرده و همه چیز را بر ما داده بازم به خاطر نبود خودش اگر کسی دلیل داشته باشه الله دلیل میخواه قل تو برهانه که بینو صادقی سخن الله هست برای چی کسی؟ برای بشر اینجا انسان اوج رحمت الله را برای خود احساس میکنه ما شما یک نفر یک دفعه گفت و دفعه گفت قبول نکد خلاص همه قمیمانه که زنده نمانیمش اما تقصیم نیده یک بار ما مرا قبول که خلاص ای, ای الله هست ببینین انسان بیخی اتر یک احساس متفاوت پیدا میکنه الله به خاطر اگر کسی در کنار از او شرک میاره الله ازش مطالبه دلیل میکنه قل ها تو برهانکم ان کنتم صادقین این صادقی. نیه انسان ها که با ما شریک آوردین و هزارها دلیل برای تان گفتم قبول نکردین خدای خل... دلیل خوبیتین برای من پس تعال الله هم ما عظمت الله هست عظمت و شرفی است که الله بر انسان داده چقدر ظالمانه هست که یه انسان هنوزم در مقابل دینی الله و الله تبارک و تعالی قرار بگیره او الله که در اینجا از انسان میخواه قل هاتو برهانکم این کنتم صادقین پس ایجا گپ بسیار کلان دیگر انسان میاموزه وقتی الله در اثبات در حد اثبات وحدانیت خودش از انسان دلیل مطالبه میکنه ما و شما انسان ها در منازعات خود ما چینه و تعامل باید داشته باشیم از او گذشته ما مسلمان ها در منازعات درونی خود ما چینه و تعامل باید داشته باشیم گفت مرمی فهمیدنی؟ خوب دقت کنین موضوع اثبات وحدانیت الله و رد شرک است و هزاران دلیل بر ازی الله ذکر کرده باز هم چی میگه؟ قل ها دو برها هر وقتی که میوهت میخوانم خیلی خیلی حالت میشم ما چقدر انسان های عجیبی هستیم چقدر انسان های عجیبی هستیم امیر درک نمیکنیم الله از ما دلیل میخواه برای چی برای ازید که ما کنار الله کسای دگیر شرک آوردیم آیا دلیل برش داریم و اینجا اوج اوج رحمتی را که الله بر انسان داره و اوج صبر انسان آدم میبینه دیگه چقدر صبور است حقیقت ان الله چقدر صبور است چه چقدر قدرت داره با یک کن و یک کن همه حسیر از بین میپره این انسان ظالم جاهل احمق نادان در مقابل الله قرار داره بازم الله ازش دلیل مطالبه میکنه قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقی این خیلی بزرگ است خیلی بزرگ است خب الله از اونها دلیل داره دلیل مطالبه میکنه دلیل چیز در دلی این مورد امکان وجودش هست کسانی بیای بر اثبات وجود اله در کنار الله که الله میگه ای الله ما الله بر اثبات از کسی بیاید دلیل را بکنه از خلقت و از تدبیر امکان است نه امکان خوب وجود نداره قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله همه بشر معترفند در مورد اشیایی که با حواس خود میدانند مجهولاتشان به مراتب بالاتر از معلوماتشان هست خود در ها و زمین چیزهایی وجود داره که تصور بشر به اونجا نمیرسه و او به نسبت ما غیب است قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله هیچ نیروی در هستی حداقل علم نداره چرا رسه به ای که او را تدبیر بکنه این دلیل را این ای دلیل قاطع ترین دلیل هست برای کسی که درک بکنه دقت کردیم؟ عسبت دوخو دقیق قشوین خلقت اسمانها و, اسمان و زمین اما من خلق السماوات و الارض نزول بهران وانزل لكم من السماء والد... من السماء ما أن فانبتنا به حدائق قضات بهجه رويان دنه درختا و نباتات از زمین ما كان لكم ان تنبتوا الله الا ان يجزعها بشر شر كنا اي الله مع الله بل هم قوم يعدلون اما جعل الارض قرار كل از يوات مد نظر بگیرين بعد به این اما يبدا الخلق ثم ي... ثم يعيده و ما یرزق کم من السماء و الارض ای الله قل ها تو برهانکم این کنتم صادقین امکان وجود برهان امکان وجود برهان بر بره اثبات شرک در کنار الله هست نه از این گذشته قل لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا الله اصلا انسان نمی که در این هستی چی هست اصلا هیچ مخلوقات الا الله ملائکه ها نمی دانن. عظمت موجود در حسیر پیامبران الهی نمی بر از اونها غیب است چی کسی این می الله پس کسی که ازش خبر نیست او را ممکن است خلق کرده باشه کسی که از یک چیز خبر نیست او را ممکن است تدبیر بکنه قطعا نیست از این گذشته اکثریت کسانی که در کنار الله شرک قرار داده میشن در کنار الله به عنوان اله عبادت میشن او های ضعیفی هستند که زندگی کردن و بعد وفات کردن